سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. پس از گذشت 4 سال از حوادث انتخابات سال 88 و کودتای به قدرت رساندن مجدد احمدی نژاد، هنوز نیروهای افراطی و اصولگرایان حامی رهبر نتوانستند از کابوس آن رهایی یابند و مهمتر از آن خود را با نیازمندی های زمان و مردم یکسو سازند. این افراد که با رأی حداقلی در مکانی به نام خانه ملت مزین است سکنا گزیدند تا حامی مردم و تدوینگر خواسته های آنان باشند، اما به تنها چیزی که توجه ندارند مشکلات و دغدغه های جامعه امروز ایران است که طعمه 8 سال سیاست های غلط و جاهلانه دولت احمدی نژاد بوده است. آنها سعی کردند با هیاهو و عوام فریبی و انتصاب برخی وزرا به حرکت اعتراضی مردم در انتخابات دور 10 ریاست جمهوری که از سوی رهبر ایران نام فتنه بر آن نهاده شده است، خود را مطرح و گوش به فرمان خامنه‌ای معرفی کنند و در این راه به برخی چهره‌های مقبول در جامعه نظیر محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش پرورش رأی عدم اعتماد دادند. نجفی در حالی با رأی عدم اعتماد از سوی مجلس مواجه شد که مورد هجمه تعدادی از چهره‌های افراطی اصولگرایان نظیر علیرضا زاکانی نماینده تهران که خود در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده است قرار گرفت و زاکانی به اقدامات نجفی در سال 88 اشاره کرده و بیان کرده است که نجفی به همراه معصومه افتکار به خانواده کشته شدگان انتخابات دور 10 ریاست جمهوری سرکشی کرده است. این نمایندگان به جای اینکه از وزیر پیشنهادی چارچوب برنامه‌ریزی‌های کلان در بخش آموزش پرورش که یکی از بخش‌های بسیار مهم به شمار می‌رود را سوال نمایند و اهداف، سیاست‌ها، خطی مشی‌های اجرایی، حجم عملیات و منابع مالی مورد نیاز را به چالش بکشند، از وی صرفاً خواستار پاسخگویی درباره حوادث سال 88 بودند. امروزه وزارت آموزش و پرورش میراثی از سیاست‌های غلط و شکست خورده دولت احمدی نژاد را همانند دیگر وزارتخانه‌ها به ارث برده است که برای زدودن آنها نیاز به مدیریتی قوی و عزمی جدی در دولت دارد که به نظر می‌رسید تخصص و پیشینه افرادی مانند نجفی می‌توانست گره کور این بخش مهم از جامعه را باز کند. بدون هیچ شک و تردیدی مشکلات معیشتی و دغدغه های زندگی برای قشر معلمان نسبت به دیگر کارمندان دولت بیشتر است که نگاه ویژه ای جهت افزایش حقوق و مزایا، حل مشکل مسکن، تأمین نیازهای اولیه و متعارف زندگی، برقراری عدالت در پرداخت‌ها که از حقوق مسلم و مطالبات به حق صنف معلمان است را طلب می کند. اما افراطیون حاضر در مجلس بدون اینکه از وزیر پیشنهادی بخواهند چه برنامه‌ای برای آینده سازان کشور دارد، چه تدبیری برای آموزش و پرورش اندیشیده است و استراتژی وی برای محصول این وزارتخانه که همانا دانش آموزان است که باید مسیر فردای خود را پیدا کنند چیست، تمام هم و غم خود را بر این مسئله استوار کردند که چرا نجفی به دیدار خانواده های کشته شدگان حوادث انتخابات 88 رفته است. این در حالی است که حسن روحانی در روز نخست از جلسه رأی اعتماد به وزرای معرفی شده به مجلس با تاکید بر اینکه رأی مردم تنها رأی به رئیس جمهور و یک شخص نیست، بلکه رأی به تشکیل دولت و برنامه‌های آن نیز هست، اما نمایندگان حامی رهبر نه تنها این پیام را درک نکردند، بلکه با عملکرد خود نشان دادند مجلس نمیتوان خانه ملت نامید و تشبیه آن به سرسرای حاکمیتی خامنه‌ای معقول‌تر است.